با درود به همه دوستان خب در این درس میخوایم در سطح آ آینس وای ببینیم که زمایر آلمانی چی هستن و چجوری صرف میشن در اصل این جدولی که من براتون جا آماده کردم بایستی اول این جدول رو خوب یاد بگیریم تا ببینید تا بتونید بقیه درس ها رو هم کاملا متوجه بشید خب ما میخوایم حالا صرف بکنیم ببینیم که در حالت فاعلی و مفعولی چه تغییری میکنه این زمایر در آلمانی خب به طور مثال با حرف ایش شروع میکنیم ایش به معنی من هست درسته من یه زمیر هستش که در در ارتباط با خودتونه حالا حالت آکوزاتیو یا مفعول مستقیم ایش تبدیل میشه به میش خب یعنی اینکه میخوام بگیم که به طور مثال تو من را دیدی درسته من را دیگه نمیتونی بگی تو من, من خالی بلکه من را پس میشه استفاده کنید یعنی دوزیست میش حالت داتیو ایش یا من میا هستش میا بعضی فعلا هستش که بعدش داتیو احتیاج داره تو درس های قبلی با هم دیگه داشتیم مثل هلفن به طور مثال مثلا میخوایم بگیم که تو به من کمک میکنی میشه دو هیلفز میا یعنی به من حالت رفلکسیو هستش که حالت انکاسی بعضی فعلا هستن که رفلکسیو هستن به طور مثال ایش واشه میش یعنی من خودم رو میشورم میبینی حالت رفلکسیوی هم اینجا برای شما لیست شده و اگر برای صفت بخواید استفاده کنید بگید که موبایل من به طور مثال بسی بگید ماین ما هندی همینطور الان ما معنی نومیناتیو اکوزاتیو داتی و رفلکسیو رو فهمیدیم و پوزیسیو ادجکتیو و می بینید که برای تمام زمیرها حالت اکوزاتیو داتی و رفلکسیوش اینجا لیست شده به طور مثال برای ایش رو گفتیم و دو میشه تو اکوزاتیوش میشه دیش داتیو میشه دیا رفلکسیو باشه میشه دیش دوباره و برای زمیر مالکیت داین استفاده میشه ای یعنی او مرد این میشه اکوزاتیوش ایم داتیوشه و زیش حالت رفلکسیوش هست که باید به فعل ربط بشه یعنی اگه شما راجع به یه فعل رفلکسیو دارید صحبت میکنید باید بگید که مثلا میخوام میگیم اون خودش رو میشوره میشه اوشت اوشت زیش یعنی داره خودش رو میشوره و زاین هم زمیر مالکیتش هستش زی موقعی که کوچیک نوشته میشه به معنی او خانوم هست آکوزاتیوش تغییر نمیکنه همون زی هست داتیوش میشه ای رفلکسیوش دوباره همون زیش میشه چون سوم شخص مفرد هست و برای مالکیتش ایه استفاده میشه مثلا ایه هندی یعنی موبایل او خانوم اس برای خونسا استفاده میشه به طور مثال یک نوزاد یا کیند دست کیند هستش میشه به جاش اس گذاشت یا خونسا آکوزاتیوش هم همون اسم میشه داتیوش میشه ایم مثل ایا هستش یا مثل او مرد میشه رفلکسیوش میشه زیش و زاین هم دقیقا مثل او مرد استفاده میشه بعدش میشه ما ویا ویا یعنی ما اونس اکوزاتیوش هستش داتیوش هم دوباره همون اونس میشه رفلکسیوش هم اونس میشه و زمین مالکیتش اونزا استفاده میشه برای شماها ایا استفاده میشه اکوزاتیوش میشه اوش داتیوش هم میشه اوش و رفلکسیوش هم همینطور میشه اوش و برای ضمیر مالکیت اویا استفاده میشه زی یک بار گفتیم به معنی او خانم هست نه یک بار هم به معنی آنها هست آنهای جمع دوباره حالت اپوزادی میشه زی حالت داتیوش میشه اینن مونتا ایننی که با کوچیک نوشته میشه حرف اولش رفلکسیوش هم دوباره میشه زیش و ایه هم مالکیتش هستش اگر زی حرف اولش بزرگ نوشته بشه مثل خط آخر حالت شما محترمانه هست یعنی دارید با یک نفر صحبت میکنید ولی بهش تو نمیگید بلکه میگید شما دو یعنی تو و زی ما که بزرگ نوشته باشه به معنی شما هست در این حالت حالت بهش دوباره همون زی بزرگ میشه مثلا میخوایم بگیم که من شما رو دیدم ایش زی گزین شما را دیدم نه پس مفعول مستقیم میشه حالا در آلمانی مثلا میخوام بگم که از, از شما تشکر میکنم داتیو میگن ایش اینن بس ایننش رو بزرگ بنویسید اگه میخواید محترمانه بنویسید اگه بنویسید ایش اینن با حرف کوچیک یعنی من از آنهایی که جمع هستن متشکرم متوجه فرقش میشین زیشش هم همینطور بسی بدین صورت بزرگ نوشته بشه و ای هم همچنین یعنی در اصل زی محترمانه مثل زی آنها با این تفاوتش که حرف اولش همیشه بزرگ نوشته میشه این جدول رو بایدی حفظ کنین دوستان یعنی چاره نیست جز اینکه این جدول رو کامل حفظ بکنید ملکه ذهنتون بشه که بعد موقعی که میرسیم به درس هایی که میخوایم بدونیم که یک فعلی که هست آیا با آکوزاتیو میاد یا داتیو اگه ما گفتیم به فرض با داتیو میاد شما بدونین بایستی چه زمیری رو جایگزینش بکنید پس رو همین حساب من توصیه میکنم که حتما این جدول رو حفظ بکنین بر دوستانی که در سطح آینز و آزفای هستن که بتونن در از که بتونین جملات رو به خوبی به آلمانی درست بیان بکنید خب امیدوارم از این ویدیو کوتاه لذت برده باشین همطور که گفتم در ویدیو در این کانال ویدیو ها برای سطح های مختلف هست از آینس گرفته تا بیتس فایتس آینس و همچنین جملات کاربردی که هیچ ربطی به سطح نداره کافیه که یاد بگیرید تا بتونید از اونا رو در زندگی روزمره استفاده بکنید خب تا ویدیوی بعد بدرود دوستان